بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله لا سيما بقية الله أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله رؤيته. قال الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا بكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خداوند همه گذشتگان مخصوصا شهدا را از صدر اسلام تا کنون غریق بهار رحمتش بفرماید. صلواتی ختم کنید. به خواست خداوند متعال این بحث را در میان می آریم که این بشر نیرومند قوی که می تواند به قدری قدرتمند شود که هیچ یک از حوادث لازمه زندگی و اتفاقات غیر مترقبه قدرت اثرگذاری بر او را نداشته باشد. همینطوری که می‌دانید زندگی جذر داره، مد داره، یک نواخت نید، اسفالتی سراشیب نیست، دستنداز داره، پیچ و خم داره. انسان در مسیری که میخواد بره گاهی راه را نمیشناسه، بالاخره آسان نیست. اگر آمادگی برای زندگی نداشته باشید در هر سن و سالی، هر زمان و مکانی میفتید تو نوسان. با این زندگی اگر خواستید سعادتمند بشید، خسران و زیان نبینید، یه سلسله و یک منافذ ضعفی در انسان است که باید اینها را برطرف کنید. در رده‌ای که به نظرم میاد 5 نقطه ضعف انسان را از پا در میاره. وجود انسان مثل یک قلعه مستحکمی است که ممکنه 5 باب داشته باشه. از این ابواب 5 گانه دشمن حمله میکنه. شیطان، هواهای نفسانی، میلها، امیال انسانی، درست مثل دست من میمونه که شما الان نگاه میکنید. 5 تا در که هر کدومش دروازه هست روی این وجود بازه. اگه 5 تاش بسته باشه دشمن نمیتونه وارد بشه، کل جبل راسخ میشه. اگر یکی از این درا باز باشه 1/5 قدرتتون کاسته شده. اگه 2 تا 2/5، 3 3/5، 4 4/5، 5 درش بازه،
پنج پنجم وجودتون در اختیار دشمنه، شما چیزی ندارید. پنج باب روی قلعه وجود انسان باز باشه، آدم چیزی نیست، حریف هیچی نمیشه. یک چهره موزون تا گردن میبرده زیر لگن، یک اسکناس عدد سنگینی و رقم گوشاش نوشته سنگینه که در جلو چشت به لرزه در میاد، پرهای دلت بنا میکنه لرزیدن. چقدر قدرت داری؟ به دو تا اسکناس میخرنه. این ابواب به نظر این جانه از همه خطرناکتر در بد و عم عشق به اسکناس، همونی که در وجود هیچ یک از ما مگر هنگفتش وجود نداره. این نقطه ضعف. فکرش میفروشه برای پول. فکر فروشی از لئامت انسان، پستی آدمی که خود فروشی میکنه سنگین تره، ولی به آسانی در معرض بیعه. حرکت معقولانه حکیمانه این نیست. حکمای بحثی دارن، بسیار بحث مستحکم و عالی و مؤثر، میگن هر چیز، خوب دقت بفرمایید، دانی باید فدای عالی بشه. اگه خلافش رفتار بشه سقوط انسانه. هر چیز دانی که مقامش پایینه و اینا باید فدای عالی بشه. مثلا آب و املاح معدنی باید فدای گیاه بشه. گیاه، درخت، علف، سبز، زیبا، حال به آدم میده وقتی نگاهش میکنه. سبزیجات اینطور هستن، رنگ سبزی انسان شاد میشه. اگر درختان عالم قرمز بود تمام موجودات دیونه میشدن. سبز شادی میاره. آب و املاح معدنی که اینقدر خوبه باید فدای این بشه. چرا آب میدید روی این زمین؟ آب به این ملایمی و تمیزی آلودش میکنید؟ میخوایم گیاه سبز بشه، فدای گیاه باید بشه. بسیار معقوله. بعدی که علف سبز شد گوسفند ول میکنید رو علف؟ چرا یه رنگ سبزی رو دارید نابود میکنید؟ ای گوسفنده که این که بالاتر اونه، باید آب و املاح معدنی که فدای گیاه میشه، گیاه فدای گوسفند بشه. خب حالا اینم بد نی، گوسفند به این قشنگی گنجزبونه ولی خیلی قشنگه، آدم دلش میخواد نگاش کنه. یه مرتبه هم میدونیم که یک وانت زامبیا پر کردن از گوسفند. کجا میبرین اینو کارا؟ میبریم کشتارگاه. برای چه؟ اینا گناه هستن؟ نه، آدمیزاد میخواد بخوره تشون. آدمیزاد بالاتره گوسفند؟ آدمیزاد. خب حالا مانعی نداره. خب حالا اگه آدم میخواد بخوره این باید فدای آدم بشه، آدم که بالاتره. آدم باید فدای چی بشه؟ آدم فدای ماشین، فدای خونه، فدای زن و بچه. این غلط نی؟
اینکه برگشتید شما، بنده شد که هر چیزی که دانیه فدای عالی بشه. اینجا خب عالی فدای دانی شد. اشتباه دارید میکنید. جمله حیوان پی انسان بکش، جمله انسان بکش از بحر هوش، هوش، فرهنگ، آزادی، عدالت. ها، من باید فدای آزادی بشم، من فدای عدالت اجتماعی بشم، من فدای امانت بشم، من فدای راستی و درستی بشم. این درست، ولی اگه عکس شرکت کنید غلط. میخوام خونه بسازم، باید من از بین برم به خونه به وجود بیام. این درسته ما؟ حالا که میخوام سیستم ماشینم عوض کنم، باید اینجا قرض بگیرم، اونجا قرض بگیرم، که هر وقت یادم میاد آتیش بگیرم و عمرم بکاهد. خب این که تو داری فدای اینا میشی، این که خلاف عقله، این که حکما میگن غلطه، این که اضمحلال انسانیه، پایمال شوندگی آدمی زاده. ولی ما معمولا اینطور هستیم، مال برای چه؟ که جمع کنیم، که جمع کنیم بگذاریم رو هم، بگذاریم رو هم، بگذاریم رو هم. یه مثلی میزنن، دوره های عمر انسان تو این مثل نهفته شده. این واقعیت نداره، دارن مثال میزنن. مثاله، میگن وقتی که این آدمیزاد، کار به حضرت آدم و اینا نداریم چون ممکنه جسارت بشه، وقتی آدمیزاد خلق شد، خدا بهش گفت 30 سال ماکزیموم عمرت، یعنی دیگه از 30 سال به بالاتر نداره، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 30 سالت که میشه میمیری. اوقاتش تلخ شد آدم، گفت 30 سال تا میام گردشم درازم میکنی، کمومه. گفت همین بسده. مثاله، بازم عرض میکنم، رفت اون کنار نشست، بعد اولاغ را خلق کرد، گفت شمام 30 سال. گفت نه، ما 30 سال اقبار بکشیم من زیادمه، 15 سالش کن. آدمیزاد گفت خیلی خوالا، این 15 سال، اون 15 سال بده ماده. گفت مال تو باشه. شد 45 سال. بعد سگ را خلق کرد، گفت 30 سال. گفت نه، اگه میشه همون 15 سالش کن. آدمیزاد گفت این 15 سالی هم که اینجا زیاد اردی بده ماده. گفت بفرما، اینم 60 سال. بعد کلاغ را خلق گفت 30 سال. گفت نه، ما مثل این دو نفر رفیم، ما از دیه خر خرتر نیستیم، از سگ هم سگتر نیستیم، اگر میشه همون 15 سال. گفت 15 سال. آدمیزاد گفت این 15 ساله را بده ماده. شد 75 سال. الان میانگین عمر بشر 75 سال. ولی این دوره ها هستن، 30 سالش مال خودته. میگی، میخندی، دوماد میشی، قوقا میکنی، عروسیه، شیرینی، شربت، به به، کمره درد نمکنه، پاد درد نمکنه، آرتروس نداری، اسید اوریکت بلانی، چربیات بلانه. این عمر خودته. سر 30 سال عمر خری شروع میشه، میری زیر بار، زن داریم، بچه داریم، می با اینجا بریم، اونجا بریم، کار بکنیم، نمیشه بشینی، نمیشه، نمیرسه. خب عمر خری یه باد این تو بشه، باد میره آدم زیر بار. بعد تکه زمینی میخره آدم، تا خونه ای درست میکنه. یک مرتبه میان میگن این زمینی که شما خریدید مال شما نیست، مدعی داره، بفرمایید دادگاه.
ازار رو میبره ما به دادگاه. اونجا میریم یکی پیدا میشه میگه نه ما زمین من قبلا خریدم، شما چند جا فروختی این زمین ها؟ آقا چطور شده شما بی خود خریدی؟ جنگ و دعوا و عمر سگیه دیگه. با بپرم پیش هم دیگه تا خوب سندی که بگیریم و محکم محکمش که کردیم که این سند بنجاقی داره الان و مال منه، اون مال منه، اون مال منه، کسی هم مدعی، همه این مدعی هم از بین رفتن، عمر کلاغی شروع میشه. قار قار و جمع میکنیم، هی جمع میکنیم تو اینا، هی جمع میکنیم تو همین عمره که رحم الله من قرأ الفاتحه میمیریم. یه مثال زدم برای این که به ذهن تقریب بشه بیتونیم درک کنیم. برادران و خواهران، معمول حرکت انسان تنازع بقاه، یعنی باید یه چیزی از بین بره تا چیز دیگر به وجود بیاد. من باید علیل المزاج بشم، زخم معده پیدا کنم، زخم اثنی عشر پیدا کنم، زخمم معلوم نیست بعد پیامده چی بشه، کجا بره، که چیه که چهار تا بچه دارم، باید اینا که حتی خونه برشون درست کنم. کی گفته این کارا بکنید شما؟ شما بابات که مرد خونه برد گذار، اموال و اسقال گذار. نه بنده خدا مرد همین اندازه ای که و علل مولود له رزقهن، من وقتی بچم بچه باید در خدمت من، نه الان نر شطور له رزقهن. 25 سالشه، 30 سالشه، هنوز بارش رو دوش منه. درسته این؟ چرا درست تربیت نمیکنیم؟ چرا به استقلال نمیرسونیم اونجا را؟ چرا اونجا چی که باید تو مغز سرمایه گذاری کنیم تو صندوق بانک سرمایه گذاری میکنیم؟ خب دارید، بله دارید، نوش جونشون بچه اون هستن، ولی این بچه که تنازع بقا داره میکنه، من نابود دارم میشم که پنج تا بچه دارم، این درست نیست. لذا این مسئله ام المسائل، عام البلوا در زندگی انسان، مسئله پول. کسی نمیگه پول بده، نرید یه وقتی الان شب که در میری تو مسئله پولادونه بریزید تو خیابونه، داشته باشتش. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، برداشت غلط داریم میکنیم ما. ما پولمون حق نداریم به هر رایی که دلمون مال اومده میخوام، هر نه مال ده، ولی نمیتونی در هر رایی دلت میخواد خرج کنی، هر رایی که خدا گفته باید خرج بکنی. مسیر مالم معین کرده برای خرجی، یادمون داده. چقدر بعضی ها در بند اینن، همه چیزش هم میفروشه خاطر این پول. تمام شخصیت انسان که هیچ کس نمیتواند عزت انسان را قیمت گذاری کنه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقون منافقون لا يعلمون. همه نمیفهمن اینو. میگه عزت چی چیه؟ باید پول داشته باشن، مال داشته باشن. این غلط. حضرت عیسی علیه السلام، شما میدونید که ازدواج نکردن، خشتم رو خشت نگذاشت، هیچ خونه ای هم نه، اتاق هم نداشت. کارش هم در مدت عمرش این مسافرت بود که میره برای تبلیغ. ادهی هم از رفقا و اصحاب داشت که بهشون میگفتن حواریون. حواریون هم را انتخاب میکرد،
در انتخاب کردنم، چون انتخاب سنج که نداشت بذاره تو بینی کسی بفهمه، در مسیرهای برخورد افراد و ریفلکس و انعکاس افکار درونیش که به صورت عمل فیزیکی مکانیکی انجام میگرفت، از این طریق متوجه میشد ناباش انتخاب میکرد، از راه مالگایی اینا را امتحان میکرد. این قصه ای که میخوام عرض کنم بارها شنیدید ولی از زبان من شاید نشنید. سه تا نون خرید، خوب دقت کنید، نقد حال ما آدم، هی نگریز از ذهنتون که اونا اینطوره، اونه اینطور بوده، اونه نه. یه کمی شما رو به فاطمه زهرا قسم میدم در خودمون فرو بریم، خودمم باید حواس منم جمع باشه، برای خودمم میگم خدا شاهده. سه تا نون خرید، گذاشت گوشه ای در دکون نونبایی، گفت بعد میام میبریم. از دروازه که بیرون آمدن یک کسی گفت میخوام من از حواریون شما باشم، گفت مانعی نداره. به این رفیقه گفت فلانی برو اون نونی را که ما گذاشتیم در دکون نونبایی وردا بیار. وقتی اومد ورداره دید یه نفر اومده نون بخره، نون تمام شده، گفت که این چند تا نونی توه؟ باز که دید سه تا نونه، گفت که یکیشا بده ما ده. گفت نه این امانت مردمه نمیتونم بدم. گفت چه فرقی من پولش میدم، این یک تومان، یه تومانش مثلا داد و اونم یکی نونش داد، تومانه را گذاشت تو جیب. وقتی اومد خدمت حضرت عیسی سفره را باز کرد، دید دو تا نونه، گفت سه تا نون که بود، گفت دیه دست خونی به ما نما، هر چی بوده آورده، اگه پنج تا بوده پنج تا آورده، اگه دوتا دوتا آورده، ربطی به ما محتوای سفره، ما سفره برداشتیم آورده. گفت مانه اینه داریم. بالاخره حضرت عیسی و شکاری کردن و غذایی تهیه کردن و خوردن و بعد این استخونا را پیچید توی این پوست گوسفند و به اجازه خدا زندش کرد. برای که رفتم ای گفت چه کردی من؟ ای چه کردی؟ گفیده معجزه به اذن خدا من اینا زندش کنم. گفت ماشاءالله باریکلا باریکلا. بعد گفت که فلانی به همین قدرتی که خدا دارد و اینا دو تا نون بود یا سه تا؟ گفت دو تا نون بود. و ما نیند رفتن و خواستن از یه رودخانه عریضی عبور کنن، دیدن این نمیشه، آب انباشته، شتر رو به قول قدیمی هم مغلطونه. گفت چطور بریم؟ گفت که پشت سر من بیا، پارا بذار رو آب، بگو بسم الله. گفت غرق میشم که؟ گفت نه، همراه عیسی هستی، چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. تو همراه من هستی، بگو بسم. گفت جناب عیسی وزن مخصوص انسان از آب بیشتره، میرم توی غرق میگم. گفت تو بگو بسم الله. بیمی من رفتم پرا هیچ تو رفت، اینم پرا هیچ دید، نه محکمه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بالاخره اونجا سر رسید، سر رسید، ولی جون به سر شده بود از بس که ترسیده بود. گفت عیسی این که خیلی کار عجیب. گفت خدا مخواد، خب خدا مخواد، با این عظمت که خدا داره خدا خواسته، من که کاری نیستم. حالا که اینا دیدی دو تا نون بود یا سه تا؟ ببخش. گفت که حالا که این تو شد دو تا نون بود، دو تا. گفت بریم. رفت به خرابه رسیدن، حضرت عیسی رفت داخل خرابه، گنج چیزی بود اونجا، سه تا
خشت تلا گذاشته شده اونجا، اینا رو بغل کرد در من. این هم تا نگاهش کرد گفت با اینا کجا بود؟ گفت اینجا پیدا کردیم، گنجی نصیب ما شده. گفت به ما میدی؟ گفت بله که میدیم، رفیقم با هم بیشین قسمت میکنیم. این یه خشت مال من، این یه خشت هم مال تو. گفت مرحبا. گفت این خشت سوم هم مال کسی که نونه را فروخته. تا گفت نونه را فروخته گفت من اینجا میخوام یه واقعیتی عرض کنم خدمتتون. گفت چی؟ گفت نونه را من فروختم، اینم پولشه. گفت هر سه تا خشت مال تو، یکی ازت میگیرم. چی میگیری؟ گفت رفاقتی با خودم ازت میگیرم. گفت وقت سه تا خشت طلا با هم میدی؟ گفت بله. گفت بگی تا پول داری رفیقتم عاشق بند جی بدم. این دغل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی. این نقطه ضعف انسانه یا نقطه قوت آدم؟ دیدی چه کار که؟ بالاخره ست خشت طلا را گرفتم، ایزام خداحافظی کرد را. اینم اومد گذاشت تو چادی شبش و پشت کرد و برگشت به طرف شهر. حالا شنگولی درم میاد. دوتا سوار رسیدن. کی هستی؟ کجا بودی؟ ایش که در این قریه بودیم، در این بریم اون روستا. کی کی پشت ده؟ چیزی نی نونه. نو شلاق زد روی پشتی، دید یک گرنگی که. گفت این چه نونیه؟ این که نونی، باز کن ببینم. گفت ولون کن بریم، دست از ما بردار. گفت همینی که گفتمید، باز کن. اونم دید نمیشه، باز کرد. دید ست خشت ده. باقیش کو؟ کجا بوده اینا؟ گفت قضیه اینه، ما ست خشت طلا اینطور شده. گفت خیلی خوب، حالا بیا رفاقتی با هم قسمت کنه. گفت قسمت کن. گفت دوتاش مال ما دو نفر، یکشم مال خودت. نشستن و با کمال رفاقتی به یکی از اینا گفتن برو شهر یک چلو کبابی بگیر بیار بخوریم. اونم رفت و این رفیق حسابا یکی این سواران نشستن اینجا. وقتی این دور شد رفیق حسابش گفت که فلانی ایشون اخوی دونستن؟ گفت نه همکاریم. گفت چه کاره این؟ گفت دوز هستیم همکاریم. گفت عجب، پس قیش و قوم نیستید؟ گفت نه. گفت موقع یه پیشنهاد بکنم؟ و پیشنهاد بکن. گفت چرا سه تا خشت طلا سه جا بشه؟ بذار دو جا بشه، وقتی میاد میکشیمش. مانه نداره؟ گفت نه، همین که دو جا میشه بهتره که سه جا بشه. غافل از این که اون سواره هم که رفته بود چلو کباب بیاره، گفت چرا سه تا خشت طلا سه جا بشه؟ بذار یک جا بشه. میریم حالا غذا را میخوریم. غذای اون دو نفر که گرفتیم سمی مهلک بکنیم داخلش. میان اینا برا میکنن خوردن، سه تا خشت طلا یک جا بشه. رفت و همین کار کرد و تا اومد این غذای زهراگین را گذاشت زمین. بهانه گرفتن که چرا تند اومدی خاک ریخ رو اینا؟ گفت خاکی که نره. گفت که تو کور هستی نمیبینی خاک ریختی اینجا؟ چرا این غذا آلوده کردی؟ و بلند شدن و یک و چار و زدنش و کشتنش و انداختنش تو چار یا زیر خاکش کرد. نشستند و چو اشتران علف سبز را به وقت بهار، خوردند و بر جای مردند. دو روز بعدش عیسی اومد اینجا رد بشه با حواریون.
دیدن دوتا عصب یا ولوانو دوتا جنازه سری یه غذای افته داد و یه چیزی هم توی این کادی شبه دیدن تلاه دو ست خیش. حضرت عیسی فرمود هازه دنیا دنیه اطلاع و ها اولا احل دنیا بفرم. این نقد حال ما هدن، این خونه ها چی چی هم بسازن؟ بسازن وقت خودش، بسازن وقت خودش که آه در بساط ندارن که بسازن. خونه کی مخواد آدم؟ اون وقتی که تازه ازدواج کرده با زن، یه خونه قشنگی مخواد که چش قایم بازی کنه، مخواد اونجا راحت باشه، معاشقه کنه، مغازله کنه، اون وقت خون نداشتی. حالا پیدا کردی که حالشو نداری، مالشو داری، حالشو نداری. ببین کی مال دنیا به دست میاد؟ وقتی که داری میمیری، وقتی که هیچ حالی نداری، وقتی هیچ حوصله نداری، وقتی که حال نداری که از این اتاق بری اون اتاق، از اینجا داری بری کنار باغچه صبحانه بخوری، چه تو چه صبحانه میتونی بخوری؟ چه کار میتونی بکنی؟ کیه؟ بی موقعی وقتا که وقتی که لازم باشه که نی، باید بنده بیمیرم و مریض شم و علیل شم و خودم رو خسته کنم تا اون وقت خونه بسازی. اونم که تا میایی ببینی رفتی. خدایا به عزتت، به جلالت تو را قسم میدم ما را در زندگی بر همه چیز معتدل قرار بده. آیا این نقطه ضعف انسانه یا نقطه قوه انسانه؟ نقطه ضعف. یا ایها الذین آمنو، این هلاکته، این هلاکت نی، این مرگ عادیه، این خود خودکشی کردی، این انتحاره که. یا ایها الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، از یاد خدا، یاد خدا نه ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و اکبر، یاد خدا، یاد خدا ممتده، نماز محدوده، اقم الصلاة لذکری، نماز جز ذکره، ولی ذکر الله اکبر، ذکره که خواب بیداری داری معامله میکنی، همه جا همه جا یاد خدا هست، یاد خدا موسط او محدود. شما را، من را، مال دنیا و اولاد غافل نکند که اولئک هم الخاسرون. خسران یعنی این، خسران که میگن یعنی این. صلواتی ختم کنید. بسم الله الرحمن